به حافظم رجوع میکنم تا همه چیز رو همونطور که دیدم توی ذهنم مجسم کنم. انگار همش توی خواب و بیداری گذشت. ایشالا خوب میشه. دلم روشنه که شفا میگیره. فردا میام بهت سر میزنم. دعا کن مادر. به سلامت. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون صدق الله العلي العظيم. سید یحیی یکی دیگه هم بخون. آقا جون خیال نداری امروز بری سر کار. بابا منم کار و زندگی دارم. انشالله دم غروب قبل از اون یا فردا همین موقع بیا باشه. برات میخونم.
آجی جعبه سیب چنده؟ همین چلتا هست، یه جعبه نداری. سیب نمیخوام که، جعبهشو میخوام. جعبه که فروشی نیست، یه دشت بیده ورده برو. 500 تومن بسه؟ 500 تومن زیادم هست، خدا به تو برکت بده، انشاءالله که دست سبک باشه. همه این سیباتو من میخرم. سلام ننه. سلام. اینا هم بشور. وای اینا چیه خریدی؟ همش که خرابه. پوستشو که بگیری میشه مثل بقیه سیبا. آخه این همه سیبا چی کارش کنم؟ خب باش مربا درست کن. آقا رضا مربای سیب خیلی دوست داره. غذاتو گذاشتم رو چرا؟ شاید بعد از کار من یه سر برم پیش خواهره، یکم دیرتر میام. سلام برس. با این بارت سوار وانت شو. آخه این جعبه دیگه چه صیغه پشتت بستی؟ این جعبه مال خانوماست، مگه خودت آبجی نداری؟ مرد حسابی من که خانوم نیستم. با اضافه بار چه داری؟ قرص بشینم اونجور این شستیر میخوام برم. جعبه رو محکم بگیر. هیچکی واسه نظام موتور سواری بلد نیست. نباشر وایستا، میخوام پیاده شم. اینطور که تو داری گاز میدی میترسم به جای کلوده سرت جهنم برارم. بگو یواشتر برو. خو Oh, my God.
اگه با تون تصادف کردم هزار تا ننه بابا پیدا میکردیم. آخه کدوم آدم عاقل این موتور رو انداخته زیر پای تو؟ کسی ننداخته، مال داداش یونس. از وقتی اون رفت من باش کار میکنم. آقا اسمت بی اینا رو بگید. آقا اسمت دست درد نکنه یاوری. ببینم امروزم معلم نداری نه؟ چرا آقا بودید گفته داخل حیط مدرسه وایسی قهر معلمتون بیاد. پس اینجا چی کار میکنین؟ بچه ها داخل حیط مدرسه سرسده میکنن. آقا مدیر گفت ساکتشون کنید، من آوردم بیرون مدرسه. خیلی خوب، بیاین برین توی حیط مدرسه، سر و صدا نکنین تا خانم معلمتون بیاد. بریم. سلام، ما شنبه بازار میبریم. از اینجا تا کوله داره باید تو موتور سوارا بری. مسیر کنار رودخونه خراب شده، ماشین نمیتونه بره. حالا معلم بیاد. حالا معلم موتور. حالا چرا نمیری پسرم؟ حالا معلم پسرم چرا نمیری؟ کجا نمیرم؟ شنبه بازار. من که گفتم کلوده میرم. کلوده؟ من کلوده چی کار دارم؟ تو گفتم موخت خرابه، منو بیدرک میبری. آقا ببخشید، چجوری باید برم کلوده؟ خانم معلم، شما خانم معلم هستین؟ معلم جدید مدرسه کلوده این، مگه نه؟ گنده شده اما عقلش گرده، یعنی اندازه گنجیش که آخه اگه یکی عقلش اندازه گنجیش باشه باید بره رو درخت ها بشینه نه رو موتور. دروغ میگم خانم معلم؟ به خاطر همین بیشتر خانوما سوار موتور من میشن. ننه کوبا گفته این جعبه رو ببندم پشتم تو دست اندازه مسافرها محکم بگیرن نیافتن تو گلشون. Yeah.
شما همیشه همینجوری میرونید؟ زود باش آقا، راش بنداز، من دیرم شده، باید برسم مدرسه. چقدر میشه؟ قابل نداره خانم معلم. بفرمایید مهمون رضا. چقدر میشه آقا؟ من دیرم شده. گفتم که قابل نداره. بفرمایید. خداحافظ. از فردا سر ساعت مدرسه باشید. وقتی که بچه ها معلم ندارن مدرسه رو میزن رو سرشون. چشم، زودتر را میفتم. سلام خانم معلم. بازم تو؟ بابای مدرسه گفته بیام دنبالتون، گفت این راه اعتبار نداره. خیلی ممنون، اما من الان خونه نمیرم، شهر میرم، اگه میای سوار شو. نه خیلی ممنون، داشتم با این آقا میرفتم. میام دنباله. مش اسماعیل گفته، همون که بابای مدرسه است. سلام خانم معلم.
یه دقیقه باشه درستش میکنم. خیس شدی. قربونت برم، یه توی حیاط مدرسه موتور تو خاموش کن، بچه ها سر کلاس هن حواسشون پرت میشه. آه یه بخشه، اما دو تا صدا داره، صدای اول آه، صدای دوم پس آب یه بخشه اما دو تا صدا داره، شما هم یه بار بگین آب. صدای اول آه، صدای دوم ب. صدای اول کشیده میشه اینطوری آ، صدای دوم ب. حالا همه با هم بگیم آ آ آ آ. پس یادتون باشه صدای اول کشیده میشه اینطوری آ. حالا همه با هم بگیم آ. برو شما هم یه بار بگین آب. آب چی؟ آب میخوام. شکم خالی میخوای آب بخوری؟ فقط آب میخوام.
آقا بسر خیلی مونده تا تعطیل شین؟ میخوای خانم معلم ببری؟ آره آخه امروز من زود باید برم. راستی تو آب نبات دوست داری؟ خیلی خوب بچه ها، درس امروز هم تموم شد. حالا تا زمین بخوره میتونید تکلیفاتون رو انجام بدید. کسی هم اگه سوالی داره بیاد بپرسه. عزیزه خانم چه یاوری؟ حالا که درس رو تموم شدید بیاد از آقای مودی اجازه بگیر ما رو زودتر تعطیل کن بفرست خونه. هنوز یه ساعت مونده تا زمین بخوره. حالا هم تو تعطیل بشین میشینی و مشقاتو مینویسی. فهمیدی؟ عزیز خانم بله باز چیه؟ بریم دستشویی. تو کمی الان بیرون بودی. اون دفعه رفت آب کنید نفعه بریم دستشویی. برو اما زود بیا. بیا تو یاوری. چیکار داری؟ خانم معلم گفت درس کلاس تموم شده. اگه اشکالی نداره بچه‌ها برن خونه. درس تموم شده؟ بچه‌ها برن خونه شون؟ یعنی چی؟ اون از آمدن صبح‌هاش که خط در میون دیر میاد، اینم از درس دادنش. نه خیر. سر کلاس باشین تا زنگ بخوره. واسه چی ماتت برده؟ برو سر کلاس. باشه. آقای مدیر گفت اگه بچه ها کاشتا شده میتونم برن خونه. خیلی خوب بچه ها، وسایلتون رو جمع کنید برید خونه. خانم بنیامه میشه بگید اینجا چه خبره؟ اینا دارن کجا میرن؟ یاوری گفت شما گفتید بچه ها برن خونه هاشون. یاوری مگه دستم بهت نرسه؟ فردا بابات میای مدرسه. حمیدی Thank you.
خب تقصیر من نیست که. موتور که اولاغ نیست راحت از آب رد شه، آب برای ضرر داره. یه دقیقه بشینی درستش میکنم. آخه این زبون بسته با این شم چجوری باید را بره؟ چیزه؟ گفتم چی میخوای؟ سنجاق شمش عیب کرده. دیوونه، خب حرف بزن. سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی. مال حافظه. نه خیر، مال آسد یحیاس. هر وقت دلش میگیره میخونه. منم هر وقت دلم میگیره یه شعره که میخونم. ای عشق، از آتش اصل و نسب داری، از تیره دودی، از دودمان باد. آب از تو طوفان شد، خاک از تو خاکستر، از بوی تو آتش در جان باد افتاد. هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران، هر کوه بی فرهاد کاهی به دست باد. 70 پشت ما از نسل غم بودند، ارث پدر ما را اندوه مادرزاد. از خاک ما در باد بوی تو می آید، تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد. منظوری نداشتم. خب ترسیدم.
چی شد آبجی؟ آب روغن قاطی کرده؟ شمش خرابه، تمیزش کردم. شمشه؟ الان درست میشه. کاش که شم هم اینجا خراب میشه. خانم معلم، آرتی که اینجا چی میخوای؟ خانم معلم امروز نیومده. خانم معلم اگه اینجا طویله است همینجور سرتا انداختی اومدی تو. گفتم چی میخوای؟ الان خودت میکنم. آقا برزو بلش کن، این آقا رضاست اومده دنبال من. قضیه چیه؟ این یارو کیه؟ غریبه نیست آقا برزو، رای مرسه لیلا خیلی دوره، چند وقت جاده ماشین رو خراب شده. آقا رضا پسر چشم و دل پاکیه، لیلا رو هر روز میبره مدرسه و برمیگرده. خانم معلم خیلی دیر شده، دیدم نیومدین اومدم دنبالتون. Thank you.
از خانم معلم چه خبر؟ مدرسه است. قربون اون شکل ماهت برم. بیا پای سفره. خانم معلم خوب درس میدن. حالا همه صد بار بنویسین آب. آقا اجازه. همه با هم درس بنویسین. درس آب. تو واسه چی میخندی؟ آقا اجازه مصطفی داره دستش میریزه. برو، اما زود بیا. درس امشبمون مشق آبه. آقا جبه چیه مصطفی؟ چرا گریه میکنی؟ جبه آقا ریختش. شلوارت که خشکه. اجازه اون یکی ریخته. چه خبره؟ کلاس خودشون رو سرتون. چه خبره بچه ها؟ این کلاس صاحب نداره. آقا اسماعیل، این آقای مدیر کجاست؟ رفته شهر. گفت میرم اداره بگم کلاس معلم نداره. بلکه کسی رو بفرستن جای خانم بنی عامر. این بس که نمیشه. کلاس مفصل قبول حق باشه. رضا چطوره؟ والا یه چند وقتیه که سر به هوا شده، پاک عوض شده، نه خواب داره نه خوراک. خونم که میاد یه گوشه کز میکنه و تو فکر. چرا تو با خانم طوری شده؟ والا به من که چیزی نمیگه. آسیدی احیا، شما باش حرف میزنی؟ والا راستشو بخوای تو با خانم، یه چند وقتی که اینجا کمتر میاد. حالا اگه اومد روچشم یه خود سر به سرش میذارم، میگم نکنه که زن میخواد ها. خودت که میدونی آسید یحیا، همه میگن رضا شیرین عقله. کی به بچم زن میده؟ رضا از همه آدمایی که من میبینم عاقل تره، فقط این جوون عقل ماهاش نداره، اما عوضش دلش اینه یه بچه پاک و صافه. خدا از برادری کمت نکنه. خداحافظ. خیر پیش. Thank you.
به دلم افتاده بود شما برمیگردی مدرسه. من خودم دیروز شما نبودین کلاس رو ساکت کردم. به به، سلام خانم بنی عامر، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. باید ببخشید نتونستم اطلاع بدم، مادرم حالش بد شد، ناچار شدم ببرمش بیمارستان. بعدم مسئله ازدواجم پیش اومد و خرید و اینجور چیزا. مبارک باشه، کاش یه خبری میدادی. راستشو بخوای نامزدم با کار کردن من مخالفه، گفته دیگه نباید بیام اینجا، میگه راه اینجا خیلی دوره. این چند روز خیلی دلم برای بچه‌ها تنگ شد. حالا میگین ما با این بچه های قد و نیمقد کلاس شما چه کار کنیم خانم؟ تا اداره بخواد معلم جدید بفرسته کلی طول میکشه. والا آقای مدیر، خودم هم خیلی دوست دارم که بمونم، اما عرض کردم که شوهرم اجازه نمیده. کسی نیست که جای شما سر کلاس بره. کلاس هم که نمیتونم تعطیل کنم، چون بچه ها به درس و مشق دل سرد میشن. ناچارم یه جوری کلاس رو بگردونم تا معلم جدید بیا. سلام آقا مدیر. سلام آقا اسماعیل، چطوری آقا رضا؟
کدی تو کردی به فانم کردی ای بانو بانو جانه منو از عشق خود جدا تو کردی ای بانو بانو جانه من آواره دنیا تو کردی ای بانو بانو جانه اللهم لك الحمد و حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم الرزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام چه عجب یاد ما کردی؟ باز چی بغض کردی؟ خانم معلم دیگه سواد آب یاد نمیده دیگه کسی درس آب یاد نمیگیره حالا بچه ها چی کار کنن؟ حالا بچه ها چی کار کنن؟ یا اینکه تو چی کار کنی؟ خب اینجور که پیداست آقا رضا بدجوری گلوش گیر کرده پس ننه تو باید کم کم آستین بالا بزنه ها سید یحیی گلوش گیر کرده یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن اونی که از همه قشنگ تره یعنی اینکه تو دل آدم چراغ محبت روشن بشه یعنی چشم و گوش دل آدم باز بشه دلم گرفته سید یحیی دل تو هم گرفته بودم آره آقا جون آخه من یه عمره که گلوم گیر کرده یه عمره که عاشقم مگه خانم معلم اینجا میاد تو دیدیش؟ نه رضا جون معلم من به جای سواد آب عاشقی یاد میده عاشق لیلی شدن بهش میگن امام عشق داداش یونس تو هم گلوش پیش همون گیر کرد که رفت تو آسمون پیش لیلی پس اونم اسمش لیلیه الان کجاست؟ بهم نشونش میدی؟ قرآن کلام ایزد و پیغام سرمدست قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بدست هر جا که هست نور هدایت یقین بدون در سایه محمد و آل محمد است عشق بازی کار هر شیاد نیست این شکار دام هر صیاد نیست عاشقی را قابلیت لازم است طالب
حق را حقیقت لازم است، عشق از مشوق اول سر زند تا به عاشق جمعه دیگر دلم برای داداش یونس تنگ شده. خب اگه خواستی فردا پس فردا میریم سر خاکش. چرا سر خاکش؟ چرا نریم پیش خودش تو آسمون؟ نه داداش یونس تو آسمون حوصله‌اش سر نمیره. بازم تو فکری چرا غذا تا نبخوری؟ غذا تا بخور. خدا نکرده حال پسرت باز بس شده. در سر زرده جلو چشم آب میشه. خوشا حواس درسته هم دیگه نداره. موتورشو قفل زدم گوشه حیات که سبا نشه یه وقت کار دست خودش بده. شما لیلی پیدا نکردی؟ خدا شفاعت بده انشالله. بلند شو ببین آبجی نرگس خاله کهناز اومدن دیدنت. بلند شو عزیزم.
مثل این که این دفعه آرش خیلی خرابه، نه؟ خب میبردش پیش یه دکتر؟ بردمش، خیلی هم دوا درمان کرد، اما افاقه نکرد. آوردمش امامزاده، اینکه این آقام به حق جدش سقای کربلا شفاش بده یا راحتم کنه. دیگه نمیکشم. اون آقا که صورتش مثل قرص ماه پر نور و قشنگ بود با خنده گفت رضا بخور، این نون و نبات از بهشت اومده. ننه توبا میخندید و خوشحال بود. اون گفت ننه توبا خیلی خسته شده، دلش میخواد بره پیش داداش یونس. پشت در پر از نور بود، اونقدر که چشمو میزد اصلا نمیشد بهش نگاه کرد. بعد ننه توبا از چارچوبه در رد شد، بعدش هم تو نور گم شد. وقتی صورتمو برگردوندم دیدم اون آقا هم رفته. ناغافل از خواب پریدم و به خودم اومدم که دیدم کنار زری افتادم و همون نون و شاخ نباتی که تو خواب گرفته بودم تو دستم بود. یه دفعه احساس کردم چقدر گشنمه، بعدش شروع کردم به خوردن. بعد ننه توبا رو دیدم که به دیوار روبروی زری تکیه داده بود و خوابش برده بود. یعنی من اینجوری خیال میکردم. غم از صورتش رفته بود، انگار توی خواب داشت میخندید. تسبیح تو دستش موند و قرآن روی پاش. هیچ کس اون موقع صبح تو امامزاده نبود. وقتی دستشو گرفتم دیدم کاملا سرد و بیجونه. هنوزم نفهمیدم چه حکمتی تو این شفا و چه حسابی تو اون رفتن بود. انگار همش خواب بودم. کار خدا بی حساب نیست. ما باید راضی باشیم به چیزی که اون مقدر میکنه. حاج قاسم زیارت قبول؟ ما رو هم دعا کردی؟ چند میاری پابوس آقا؟ کارام زیاده سید یا سرم شلوغ ده، انشاءالله سرم خلوت شد. اگر آقا به طلبت بیشتر التماس دعا متاجم به دعا. خدا نگهدار، حق یارت باشه. اگه ایبی نداره این کیف رو هم بذارم پیش شما بعد از زیارت بگیرم. نه که ایبی نداره، میذارم کنار کفشات، موقعی برگشتن بگیر. التماس دعا دخترم. ممنون حاج آقا. سلام خانم معلم. سلام. چقدر عوض شدید، اول نشناختم. شما هم عوض شدید.
آقا برزو چطورن؟ ازش بی خبرم. ما از هم جدا شدیم. خیلی سماجت میکرد، پاشنه در خونه رو ول نمیکرد. خیلی رفتن آمدم، بهش گفتم که مجبورم از مادرم مراقبت کنم، بخاطر مریضیش نمیتونم تنهاش بذارم، مجبورم کار کنم. گفتم که اون همه چشم امیدش به منه، مرتب باید دیالیز بشه، مجبورم بالا سرش باشم. وضع مالیش خوب بود و گوشش بدهکار این حرفا نبود. هرچی بهونه می آوردم بازم حرف خودش رو می زد. گفتم خرج مریضی و درمون مامان سنگینه. بابا اصلا هاش خانم مثل مادر خودم، خرجش پای من. دیگه چی میگی؟ یک سالی که از ازدواجمون گذشت معلوم شد که من نمیتونم بچه دار بشم. اون وقت شروع کرد به بهونه گرفتن و بدخلقی کردن. بهش گفتم اگه نمیخوای با هم سر کنی خب طلاقم بده. اونم معطل نکرد. دو سال نکشید که از هم جدا شدیم. بعدا فهمیدم که دختر عموش خاطر خواهش بوده و باش نشسته. هم ازدواج کرد. دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم که آفتاب کنارم افتاده بود. زبون باز کرده بود و با هم حرف میزد. یادم بهش گفتم که چقدر دلم گرفت و از همه چیز خستم. بهم گفت چرا نمیری و این درد و دلاتو به مامزاده نمیگی؟ که یه دفعه از خواب پریدم. حال عجیبی داشتم تا اومدم اینجا. اما نمیدونم چرا الان دارم این حرفا رو. هفته پیش رفتم مدرسه، از آقای مدیر خواستم تا با اداره صحبت کنه که دوباره برگردم سر کلاس. گفت که با منطقه صحبت میکنه. راستی آقا رضا، شما هنوزم توی همون مسیر کار میکنید؟ خیلی وقت مسافر کشی نمیکنم، اما اگه یه روز خواستم کار کنم میام تو همون مسیر رو میشم سرویس خانم معلم. رضا خیلی وقته که موتورش خرابه. کجا آقا رضا؟ شال و کلاه کردی؟ دنبال لیلی سید یحیی. دنبال لیلی. لیلی که دیروز با پای خودش اومده بود اینجا. تو جوابش کردی؟
دنبال یه لیلی دیگه، لیلی که هیچ کس نتونه اونو برای خودش بگیره، اون که هر وقت دلم خواست بتونم باش حرف بزنم، همون که گفتی از رگ گردن به نزدیکتره، اون که اگه مهرش به دلت بشینه جا برای مهر هیچ کس نمیمونه. خدا همه جا هست، فقط باید ببینی کجا بهش نزدیکتری. اونجا که دستی سر یتیمی میکشی، یا بی پناهی رو پناه میدی، مریضی رو عیادت میکنی، یا برای دل شکسته مرهم میشی. نمیتونم دوتا رو دوست داشته باشم. چجوری آدم رو بدون لیلی سر میکنم؟ همه دنبال لیلی هم، اما اونو اشتباه میگیرم. فقط خدا میدونه که اون شب کنار زری چی به سر تو اومد که اینجور بیقرارت کرد و از این رو به اون رو شدی. دیگه نمیتونم اینجا بمونم، دلم یه جوریه، انگار دنیا برام تنگ شده. پس دیگه نمیخوای اینجا بمونی؟ خب دل تنگتو کجا میخوای ببری؟ تو وادی تنهایی، تو دشت نینوا، همونجا که گفتی فرشته‌های آسمون بهش میگن کربلا. سه غم اومد به جونم، هر سه یک بار، غریبی و اسیری و غم یار. غریبی و اسیری چاره داره، غم یار و غم یار و غم یار. سلام علیکم. نرگس خانم بیشتر به رضا سر بزنید. حتما. میخوام یه چیزی بدم به رضوان جونم، ببینم دوستش داره یا نه. دوستش داری؟ داری میزنی به سرم؟ آره عزیزم. قربونت برم. برو پیش مامانی. لااقل گهگاه یه سری به همون بزن. اگه دلت خواست امشب یه شام داره هم باشی. جوون پیشی کمک به من بکن، خدا خیرت بده، خدا نگهدارت باشه، خدا عوض. خدا عمرت بده، خدا نگهدارت باشه. من که دیروز گفتم دیگه کلوده نمیرم. منم دیگه کلوده نمیرم.